فهیم دشتی فعال سیاسی و رسانه‌ای سرشناس افغانستان توسط سنی های تندروی طالبان تیر باران شده است. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنای حکومت پیشین افغانستان اظهاراتی را درباره کشته شدن فهیم دشتی و جنرال ودو در پنجشیر مطرح کرده است. ایزدیار در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید اتومبیل حامل فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی و نیز جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته بود به گفته ایزدیار اتومبیل حامل این دو نفر با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی عناصر طالبان متوقف شده است و میگوید طالبان این افراد را از خود را پیاده کرده و پس از تیر باران کردن آنها آنان را در یک گور دست جمعی دفن کرده است فهیم دشتی از روزنامه نگاران کشور افغانستان با سقوط حکومت این کشور و در آغاز شکل گیری جبهه مقاومت در پنج شیر مسئولیت سخنگوی این جبهه را به عهده گرفته بود